عجیبه. چی عجیبه خانم عزیز؟ اینکه گاهی اوقات بعضی از پیشبینی‌ها درست در میاد. غیب‌گویی که همیشه دروغ نیست. شما اعتقاد دارین؟ بعضی وقتا. من اصولاً به این چیزا اعتقادی ندارم، ولی خب گاهی انسان در شرایطی قرار میگیره که باید برخلاف اعتقادش عمل کنه. یه فالگیر به من گفته از جایی که انتظار نداری به تو کمک میشه. اجازه هست از سیگاراتون یکی بردارم؟ خواهش میکنم بفرمایید. چرا نمیفرمایین بشینین؟ امیدوارم خیلی مزاحم نباشم. نه؟ به شرط اینکه بگین چجوری توی این خونه ای درندشت منو پیدا کردین. به ما نویسنده ها الهام میشه. امشب دنبال شما نمیان. پس از همه چیز خبر دارین؟ میونه نویسنده و خواننده رابطه معنوی برقراره. یه رابطه عجیب. اما من صدای شما رو بیشتر دوست دارم. حیف شد که ادامه ندادین. آشوب یکی از بهترین خواننده‌های لاله‌زار بود. شما من از استعداد نویسندگیم ناامید میکنید. نه، قصه ماه شب 14 شما خوبه. نوشیدنی میل داری؟ بریم هتل دربند. خانم شما زیباییتون واقعا سرگیجه آوره. میتونید منو لیلی صدا کنید. اسباب افتخاره. لیلی خانم یه آواز برام بخونید. باز ای الهی ناز با دل من بساز که این غم جان گداز برود ز برم. آن که او من تو را وفادارم، بیا که جزی نباشد هنرم، نباشد هنرم. میتونم بازم افتخار دیدنتون رو داشته باشم؟ بله. کی؟ چهارشنبه ساعت 10 در منزل. امروز رفتم منزل مرتضوی در یکی از کوچه‌های شاهرضا. وعده وعیدایی که داد ارزشش رو داشت که براش وقت بذارم. خدا کنه خالی نبسته باشه. رونوشت لیسانس، رونوشت سجل و گواهی عدم سوی پیشینه رو هم بردم. میریم لاله‌زار. وضع تو خوبه، همون وسط بمون که هر وقت شد بتونی به راست یا به چپ بچرخی. از رنگ عوض کردن خوشم نمیاد. ول کن بابا این تعصباتو، ناسلامتی تو منورالفکر این مملکتی. بیچاره منورالفکرها که همه چی بهشون میبندن الا کار اصلی خودشون. کار اصلیشون چیه؟ راهنمایی کردن مردم، آشنا کردن ملت با پیشرفت‌های روز دنیا. ببین این خیلی فاجعه است که دوربین عکاسی رو ناصرالدین شاه که سمبل استبداد بوده آورده تو این مملکت، مظفرالدین شاه که آوازه زنبارگیش گوش عالم و آدمو کر کرده مردم رو با سینماتوگراف آشنا میکنه. اون وقت منورالفکر ما بلند میشه میره فرنگ، به جای آچار فرانسه قانون فرانسه رو به عنوان مشروطه برای ما سوغاتی میاره. مگه قانون و مشروطه بده؟ چاقو بد نیست، ولی وقتی بدیش دست بچه خب کار دست خودش میده. قانونم تو حکومت‌های استبدادی همین حکمو داره. یارو بلند شده رفته خارج، دیده اونجا همه چی رو شاخ نظم و قانون میچرخه، فکر کرده همون قانون رو ورداره بیاره اینجا مملکت گلستون میشه. یکی هم نبوده بهش بگه که آخه مرد تیکه الاغ، اون اروپایی اول ماشین رو اختراع کرده، بعد براش جاده کشیده، بعدم برای اینکه تصادف نشه اومده سر چهارا قانون چراغ راهنمایی وضع کرده. این همه کدو رو ندیده، رفته زارت چراغ راهنمایی کنده آورده کوبیده وسط مملکتی که مردمش هنوز گاریرم به زور سوار میشن. اسمش هم گذاشته مشروطه. پس بگو چرا پلیسامون 5000 میگیرن بی خیال چراغ راهنمایی میشن؟ باز خدا پدرتو بیامرزه که درباره مشروطه بهم یاد دادی. این همه سال شنیده بودیم، نمیفهمیدیم خوردنیه مالیدنیه چیه. بیا همه اینا رو تو روزنامه بنویس. من به دلم برات شده که کارمون میگیره. من بغل نگرد. کار نموش میرم. بیا تو ببرم بیشیم اونجا. از فردا تو میشی مدیر روزنامه، اینم دفتر روزنامت. اسم روزنامه‌اش چیه؟ هرچی تو بخوای، فقط باید یه اسم باشه که قبلا بر نداشته باشن. جوون، من با بابات خیلی رفیق بودم، یعنی هنوزم هستیم ها. بابات اهل همه چی هست الا نارو زدن. تو که نمیخوای ولد بابات نباشی. منظور معلومه دیگه، تو جوونی سواد امروزی داری، اهل قلمی، خوشتک و پوزی، هی کردم که مناسبه. فقط دو تا عیب عمده داری، بی پولی، بی دست و پایی. قبلا هم یه چند سالی که معلم بودی، الان هم که شنیدم توی دارایی هم میفروشی. ببین، یه چیزایی من دارم تو نداری، یه چیزایی تو داری که من ندارم. داستان دو تا گده رو شنیدی دیگه، یکی چش نداشت، یکی پا نداشت. حکایت ماست. من تا دلت بخواد پول در اختیارت میذارم که توی مملکت بتونی پرواز کنی. من و تو توی این مملکت که عین اون سفره مرتضی علی پهنش کردن واسه غریبه و آشنا، میتونیم خیلی کارا بکنیم. فقط کافیه که با هم اینجوری باشیم، از هیچ کدوم از این الدنگام کم نداریم. فقط باید قول شرف بدی که نارو نزنی. به لطف مرتضوی روزنامه را افتاد. در اولین شماره دانشجوی شعری گفته بود با مطلع شعر دهخدا. گذاشتم صفحه اول، اما اتفاقا اسم نویسنده از قلم افتاده بود. چه بهتر، مردم خیال میکنن شعر از خودمه. باید به گوش وزیر دارایی برسونم که من مدیر روزنامه‌ام و دستش زیر سنگمه. گوشه ای از رسواییاشون رو تو هر شماره رو میکنم، شرح کاملش رو موکول میکنم به شماره آینده. میان به سراغم. سلام. سلام استاد. سلام استاد نرایی. سلام دوستان. به دنیای جوهر و حروف سمی و سربی خوش اومدین. اختیار دارید. این روزها بهترین استفاده بشر از سرب داره توسط شما انجام میشه. من و دوستانم تصمیم گرفتیم که بدون هیچ چشم داشتی از امروز تو روزنامه شما مشغول به کار بشیم. تفلکی دانشجوی ساده لوح، آیا خواهم تونست در زندگی به این احساسات پاک جواب شایسته‌ای بدم؟ 07 کاغذ 25 بندل 19 تومن و 5000، 19 چای دفتر 5000، سریال نوش جان گوارای وجود، بند 2010 شید، جوهر برای چاپ 3 تومن و 5000، بابت مقاله امروز و فردای نفت 30 تومن. بده بینه جعفر روستا 30 تومن، چه خبره؟ بابا طرف دکتره، روزنامه ها مقاله هاش رو هوا میزنن. چه دکتری، چه کشکی؟ بابا یارو الکی اسم خودش رو گذاشته دکتر، هر کی نشناستش من که میشناسمش. دنیا دنیای رجاله هاست، هر چی پر روتر موفق تر. فقط کافیه یه تعدادی نوچه واسه خود دست پا کنی که هی اینور اونور واسط پروپاگان بیان. میگم مرتضوی، تو مطمئنی دانشگاه نرفتی؟ دانشگاه نرفتم، ولی از هر مهندس نفتی بیشتر جزیره خارک و سیاحت کردم. پس واجب شد از این بعد بهت بگم مهندس. اولین پرونده‌ای که در مقام معاونت به من ارجاع شد، شکایتی بود به طرفیت آقای سانعی، کارمند تریاکی اداره ما. طرف از یه آدم قالتاق 10 تومن رشوه گرفته بود و یارو بعد از اینکه خرش از پل گذاشته بود آمده بود که به اصطلاح خطاکار را گوشمالی دهد. به قول مرتضوی، آدم همه جا به یه پروپاگانداچی نیاز داره. 10 تومن دادم رضایت این آقای برافروخته و خشمگین رو جمع کردم. در عوض یه دوست مطمئن در اداره برای خودم دست و پا کردم. عرض به خدمت مبارکتون کنم که این آقای بهرامی که پرونده‌اش اومده خدمت شما، آقا میلیون میلیون پول داره بادآورده، تا حالا یک شاهی هم شما بگی مالیات نداده و نخواهدم داد. خوب بلده چیکار کنه، آدم زرنگیه، خوشم میاد ازش. وقتی صحبت مالیات میشه یه ذره سری که سر شل میکنه و به بعضیا زیرمیزی میده. واسه اون آدمایی هم که اهل زیرمیزی نیستن و پولو بد میدونن، یه چند تا خونه امن درست کرده، یه چند تا ضعیفه گذاشته توش. یه هفته یه باری دوباری همکارا میرن اونجا که قیافه خاتون خونه‌شونو نبینن. البته معذرت میخوام، والا من اصلا نمیدونم شما اهل چه فرقه ای هستی. از همکارام پرسیدم کسی چیزی نمیدونست، ولی خدا و سرشاهده من فقط به خاطر محبتی که شما به من کردین دارم اینا رو میگم. میخوام بهرامی رو خوب بشناسین که فردا تشریف میبرین پیش وزیر، چپتون باید پر باشه. متوجه هستین که چی میگم؟ من این لطف شما رو فراموش نمیکنم. یکی از شاگردای همین آقای بهرامی همیشه میخواد یه جوری وانمود کنه که آقا تمام آدمای گردن کلفت و گنده رفیق منه. مثلا اگه اومد به شما یهو گفتش که امروز احمد جون 3000 تومان به من باخت، منظورش کیه؟ قوام السلطنه است. گول نخورین ها، همش بلوفه، همش بلوفه آقا. بگیرم براتون. حالتون چطوره؟ به مرحمت حضرت مستطاب عالی. میخواییم از وجود شما بیشتر استفاده کنیم. نظر محبت شما جناب وزیر. نمیدونستیم که شما لیسانسیه ادبیات هستید. صدای خوش، قلم توانا، آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. احسن. هم من میدونم هم تو که موجب این لطف چیه، حتی در دیدار دو نفره هم ریا و تزمیر. شنیدم که روزنامه نویس قابلی هم هستی. بعضی از این مقالات شما رو شخصا مطالعه کردم. این دستخط رو از خود من بگیرید بهتره. از توجهات حضرت مستطاب عالی سپاسگزارم. اگه با مشکلی برخورد کردید مستقیما به شخص من مراجعه کنید. اطاعت قربان. و البته اینکه اون مقاله قضایی ادامه پیدا نمیکنه. هر جور شما صلاح بدونید. ما اینطور صلاح میدونیم. معنوی یه دقیقه اون رسالت بشری رو ول کن، یا بشین شامتو بخور. فردا با خود دکتر آریان قرار دارم. دیگه وقتشه که شیرجه بزنم تو سیاست. کتابای طرف خوندی؟ کیو؟ آمیار اسمش چی بود؟ ورنی، فرنی؟ نه بابا کو وقت. ولی زادپور خلاصه‌شو من تعریف کرد. زادپور دیگه کیه؟ سخنگوی حزبه. همون که روز اول با حرارت شعر میخوند. خلاصه حرفاش این بودش که با تأسیس سازمان آزادمردان اساطیر کهن تحقق یافته و داستان پرومته و اهورا مزدا و اهریمن که تا دیروز افسانه‌ای بود و خواب و خیالی، با تعبیر شدن خواب‌های شیرین بشر صورت واقع به خود گرفته. پس از قرار معلوم از میاد بعد داستان پرومته و اینا رو هم بلد باشیم. تا دیروز صحبت امراس و عقیل بود، از فردا تو روزها باید یاد بگیریم زئوس کی بوده و مارت چه خاکی به سرش میریخته. مگه اینا مراسم روزه خونی دارن؟ نه بابا شعر داره میگه. این من منتظر چنین لحظه ای بودم و میدونستم که شما به طرف ما میرید. ببخشید آقای دکتر، من از یه چیزای سیاست سر در نمیارم. اگه میشه همطور یه جوری لوری منو وارد کنید. مثلا همین آزادمردان که ما ازشون حمایت میکنیم، اینا اگر یه جایی سر بزنگا ما رو تنها بذارن چیکار باید کرد؟ این داوری حاصل ایدئالیسمه. سازمان آزادمردان اصلا به خاطر این به وجود اومدن که به ما و امثال ما کمک بکنن. ما که در دنیا تنها نیستیم. انجمن آزادمردان در 60 کشور جهان سازمان و تشکیلات داره. از اینا گذشته شما در حرفهای سازمان مسئله نامربوط و غیر منطقی دیدید؟ نه، حرفا که منطقی هست، منتها نداره. حرفای خوب زیاد زدن اما عمل نکردن. ما میخوایم عمل بکنیم و برای عملی کردن این منطق به افراد شرافتمند و فعال جامعه نیاز داریم. شما باید آستین بالا بزنید. شما فقط متعلق به خودتون و خانوادتون نیستید. جامعه بشری به تلاش‌های روشنگرانه شما نیاز داره. آقایون، پس می‌نوشیم به سلامتی عضو جدید سازمان ماک، جناب آقای معنوی، روزنامه نگار. پایه این مکتب بر اخلاقه. ای بابا معنوی جون، اخلاق دیگه بی اخلاق. حضرت عباسی بذار زندگیمون رو بکنیم بابا. بدون اخلاق نمیشه زندگی کرد زادپور. موسیو پرنی میگه رئالیسم باید بود. رئالیسم هم که با اخلاقیات جور در نمیاد. بستگی به این داره که اخلاق رو چجوری معنی بکنیم. اخلاق رو هر جوری معنی بکنیم به ایدئالیسم میرسیم. امروز همه دنبال نفع خودشونن آقای دکتر. پس کسی که با خارجی‌ها میبنده و میلیون پول ملت رو به جیب میزنه بر اساس چه اصلی میشه محکوم کرد؟ این دزدیه. من از شما میپرسم دزدی چرا بده؟ وزیر دزد رو باید برد بالای دار. برای چی؟ برای چی؟ خب برای اینکه منافعش با اکثریت مردم نمیخونه. اکثریت مردم هرچی دوست داشتن اون درست. خب الان اکثریت مردم امریکا میخوان سر به تن سیاها نباشه. این خوبه؟ بحث آمریکا قضیه مرفارقه. آقایان، خودتون رو بیخود خسته نکنید. من رساله موسیو پرنی درباره اخلاق رو دارم ترجمه میکنم. به همه این پرسش‌ها تو این رساله جواب داده شده. فقط بر پدر این خط فارسی لعنت که هر وقت عشق ترجمه به سرم میزنه قیافه این خط منو از اصل موضوع منصرف میکنه. بله دیگه، ملیگرایی کور بعضی از روشنفکران رو وادار کرده که از خط کنونی فارسی طرفداری کنند، در حالی که طلسم عقب موندگی ما ایرانی‌ها همین خط مزخرفه. شما میدونید آتاتورک با حذف رسم الخط عربی و جایگزینی حروف لاتین چه خدمتی به ترکیه کرد؟ من به شما قول میدم با همین تغییر به ظاهر ساده کشور ترکیه حداکثر تا 50 سال دیگه سرور کشورهای منطقه میشه. بچه کجایی؟ شیراز. آفرین. آی کلا شیرازی زرنگ تا حالا ندیده بودم. عوضش منم قومی کافر تا حالا ندیده بودم. این به اون در. میگم بریم تو یکی از ما اسم بنویسیم. شاید دری به تخته خورد، اونا پیش افتادن. فعلا صلاح نیست. حزب ما یه حزب آوانگارده که نبض مردم و جامعه تو دستشه. آقای دکتر آریان آدم فهمیده ایه. در ضمن اون که مثل من و تو آدم پاپتی نیست که. طرف پسر ممتاز و سلطنه است. امروز روز راه افتادن دنبال علم و کتل آقازاده ها ضرر نداره که هیچ. سود خالصه. آی کلا. یا ببرمت یه جایی حال میکنی شاد میشی. آخه نه یه دیگه با دست درد نکنه. سلام جان، من از روز اول در هوش و استعدادت شک نداشتم. میدونیم در دریافت این که در چه لحظه‌ای باد از کدوم طرف می‌وزه و آدم اسیر احساسات نشه تو این دور و زمان قیاته. خیلی هم سخته. تو فعلا تا میتونی پول و پله جمع کن. باید بار تو ببندی. از معجزات این کیمیا غافل نباش. هر واقعیتی به دردت می‌خوره. درختمون زودتر از اون چیزی که فکر میکردیم به ثمر رسید. رئیس دفتر جناب اشرف قول داده که روزنامه رو به نظر ایشون برسونه. ضمناً این رئیس دفتر بسیار بچه با معرفتیه. به اینجا ببین مرتضوی، کج بشین راست بگو. این قضیه وارد شدنت به دم و دستگاه جناب اشرف چی بوده؟ اصلا حرفش هم نزن. مگه قرار نبود ما با هم رو راست باشیم؟ برای این کار به جان تو نه، به جان سه تا بچه من خیلی زحمت کشیدم. اول با باغبون جناب اشرف طرح دوستی ریختم. یک ماه آزگار گند عرق پاشو تحمل کردم. به قصه های بی سر و تهش درباره ولایتش گوش کردم. الکی خندیدم، الکی غصه خوردم. تا اینکه یه روز لابلای صحبتاش ازش پرسیدن جناب اشرف به چیه علاقه داره؟ گفت سکه طلا، زن خوشگل و صدای تار و تملق. دیدم من اوقع سکه طلا که لایق پیشکش به درگاه جناب اشرف باشه که نداره. از طرفی آخر عمرم خدا رو خوش نمیاد که بخوام ادای زالمحمد رو در بیارم. این زالمحمد همون رئیس قلعه نیست؟ نگو نمیدونی کور شده که آمارتو دارم. حالا گوش بگیر. گفتم نرفته و نرسیده به درگاه حضرت اشرف که تملق‌گویی بیفایده است. پس میمونه تارزنی که اونم بلد نیستم. خدایا چه بکنیم چه نکنیم. پس از مدت‌ها دودلی و وسواس رفتم سراغ مشق تار. منتها رفتم پیش استادی که به خونه جناب اشرف رفت و آمد داشت. خب معلومه که من بی استعداد پیشرفتی ندارم که. این بود که یه روز اصل موضوع رو با استاد در میون گذاشتم. این ره که تو میروی به ترکستان از جانم. استاد تو بگو اصلا 10 سال 15 سال من مشق تار میکنم تا یاد بگیرم. تو توی زندگیت هنر دیگه ای هم بلدی یا نه؟ خب بله، بدون که کلمو تکون بدم گوشامو میتونم تکون بدم. خیلی خوب، تکون بده ببینم. و اینجوری بود که منو برداشت برد به حضور جناب اشرف. اما جوون، کسی که هنرش فقط گوش جنبوندن باشه تا کجا میتونه تو دستگاه پیش بره؟ پس اینجوری شد که اومدی سراغ من و روزنامه. مطمئن باش که جناب اشرف خیلی آمد. سلام استاد، اجازه هست؟ خواهش میکنم. من دیگه رفتم. بفرمایید استاد. این خواهرم عاطفه.